آغاز رزمایش ارتش در دریای عمان با اخطار به پرنده‌های بیگانه. نماینده خامنه‌ای در کیهان می‌گوید وارد زندگی خصوصی پناهیان و اینکه فلان خانه را از کجا آورده نشوید. مایک پومپئو: خاورمیانه به دلیل ائتلافی که آمریکا برای مقابله با تهدید ایران شکل داده امن‌تر شده است. شهردار تهران برای خرید اتوبوس و واگن مترو به دفتر خامنه‌ای متوسل شد. محسن هاشمی: با اصرار قالیباف پروژه خط 7 مترو را به سپاه دادیم و دادگاهی شدیم. خانم ها و آقایان، درود بر شما. به کانال خبری سرزمین مادری خوش آمدید. برای افزایش کیفیت کانال از شما خواهش میکنیم لایک و کامنت بگذارید. متشکرم. سخنگوی رزمایش مشترک ارتش با عنوان ذوالفقار 99 از اخطار پدافند هوایی این نیرو به پرنده‌های بدون سرنشین آمریکایی برای فاصله گرفتن از منطقه عمومی رزمایش خبر داد. به گزارش روز پنجشنبه 20 شهریور در خبرگزاری ایرنا، مرحله اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 99 ارتش صبح امروز در دریای عمان آغاز شده است. آنطور که خبرگزاری مهر به نقل از شهرام ایرانی، سخنگوی این رزمایش نوشته، قرارگاه پدافند هوایی با اعلام هشدار به پرنده‌های دارای سرنشین و بدون سرنشین بیگانه که در نزدیکی محل برگزاری رزمایش پرواز می‌کردند، به آنها به منظور فاصله گرفتن از حریم هوایی منطقه عمومی رزمایش اخطار داد. آنطور که آقای ایرانی مدعی شده، پرنده‌های بدون سرنشین آمریکایی بعد از این اخطار تغییر رفتار محسوس داشتند و مجبور به ترک منطقه شدند. او اضافه کرد که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی دارای فعالیت متفاوت و متمرکز برای جمع‌آوری اطلاعات از منطقه رزمایش بودند. هنوز واکنشی از سوی آمریکا نسبت به این ادعای طرف ایرانی منتشر نشده است. پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار 99 با گسترش یگانهای شناور سطحی و زیرسطحی و یگانهای پروازی نیروی هوایی و دریایی ارتش، سامانه‌های راداری و موشکی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، یگانهایی از نیروی زمینی و جنگنده‌های نیروی هوایی در دریای عمان آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه دارد. قرار است در این رزمایش سامانه‌های رزمی از جمله موشک‌های کروز سطح به سطح و ساحل به دریا، اژدر، موشک‌های هوا به سطح و سطح به هوا و سامانه‌های راکت انداز از روی شناورهای سطحی، زیرسطحی، یگان‌های پروازی و پهباد مورد آزمایش قرار گیرد. در پی افشای اسنادی از نحوه دستیابی علیرضا پناهیان به املاک 10 میلیارد تومانی، نماینده علی خامنه‌ای در کیهان طی یادداشتی در این روزنامه از نیروهای حزب اللهی و کسانی که دوستان انقلاب نامید خواست وارد زندگی خصوصی پناهیان و اینکه فلان خانه را از کجا آورده نشوند، چون او کارنامه درخشانی در خدمت به انقلاب و اسلام دارد. این نخستین واکنش یکی از منصوبان و نزدیکان خامنه‌ای به افشای اسنادی است که نحوه دستیابی پناهیان، روحانی و واعظ نزدیک به علی خامنه‌ای به املاک 10 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. کمتر از 1 هفته قبل، یاشار سلطانی روزنامه‌نگار ابتدا اسناد شراکت علیرضا پناهیان با صاحب 1 شرکت مواد غذایی بر سر ملکی 10 میلیارد تومانی را منتشر کرد و پس از آن اسناد دیگری را که نشان می‌دهد واعظ محبوب خامنه‌ای سال 91 زمینی در سعادت آباد تهران با ارزش 10 میلیارد تومان را به قیمت 11,800,000 تومان از یک ایرانی مقیم فرانسه خریداری کرده است، رونمایی کرد. بیت و دفتر خامنه‌ای که پناهیان از جمله سخنرانان دائمی مراسم مذهبی آن در سالهای اخیر بوده است، تا کنون به این افشاگری‌ها به طور مستقیم واکنش نشان نداده است، ولی واکنش حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در کیهان بی ارتباط با واکنش احتمالی دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیست. نماینده خامنه‌ای در کیهان در شماره 5 شنبه اسناد منتشر شده درباره نحوه دستیابی پناهیان به املاک 10 میلیارد تومانی را شایعه خواند،
از او به عنوان برادر عزیز نام برد و افزود که به دلیل شخصیت پاک و فداکار پناهیان درباره اسناد منتشر شده نیازی به پاسخ نبود. نماینده خامنه‌ای در کیهان در ادامه از این که نیروهای حزب اللهی وارد بحث چگونگی به دست آوردن این املاک چند ده میلیاردی از سوی پناهیان نشده اند ابراز خوشحالی کرد و نوشت: خوشبختانه در این ماجرا هیچ یک از نیروهای حزب اللهی و انقلابی معترض مسائل شخصی پناهیان نشده اند که نشانه این مثال زدنی از شخصیت دینی و هوش سیاسی آنها و درخور تقدیر است. شریعت مداری البته یک انتقاد هم به پناهیان وارد کرد و افزود که این بخش از سخن ایشان در توضیح چگونگی تهیه خانه مسکونی خود که گفتند مانند امام خمینی که هدیه ای زندگی می کردند و مقام معظم رهبری که با هدیگی رفقایش زندگی می کنند، من هم اینگونه زندگی می کنم، شایسته و حساب شده نبود. وزیر خارجه ایالات متحده در یک مصاحبه رادیویی گفت: به دلیل ائتلافی که دولت آمریکا علیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه شکل داده است، موجب شده مردم منطقه امروز بیشتر از قبل در امنیت باشند. مایک پومپئو روز چهارشنبه 19 شهریور در مصاحبه با برنامه رادیویی بن شاپیرو با اشاره به سیاست پرزیدنت ترامپ در برابر خاورمیانه و صلح اعراب و اسرائیل گفت: مردم سراسر خاورمیانه امروز امن‌تر زندگی می‌کنند. وی افزود: این امنیت نه فقط به خاطر کاری است که برای عادی سازی روابط اماراتی ها و اسرائیلی ها کردیم، بلکه به خاطر ائتلافی است که برای مقابله با جمهوری اسلامی که همچنان بزرگترین تهدید علیه ثبات در خاورمیانه است شکل دادیم. آقای پومپئو پیشتر هم گفته بود که آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی به خطر ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه پی بردند و توافق تاریخی میان اسرائیل و امارات میتواند پایه‌گذار یک ائتلاف برای جلوگیری از آن خطر باشد. پیروز هناچی شهردار تهران در نامه‌ای به دفتر رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرد منابع مالی خرید اتوبوس و واگن مترو از محل بازگشت منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شود. به گزارش روز پنجشنبه 20 شهریور در خبرگزاری ایسنا، آقای هناچی این نامه را به خطاب به محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و محمد نهاوندیان، دبیر شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی نوشته است. در این نامه آمده که در حال حاضر بیش از 70% ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده است و در سامانه مترو نیز بیش از 50% قطارها از مرز تعمیرات اساسی عبور کردند. آقای هناچی در این حال از کمبود حدود 3000 دستگاه اتوبوس و 1500 دستگاه واگن مترو در شهر تهران خبر داده و نوشته است که شهرداری تهران قصد دارد 1000 دستگاه اتوبوس به مبلغ 30000 میلیارد ریال و 210 دستگاه واگن مترو به مبلغ 50000 میلیارد ریال خریداری کند. شهردار تهران در نامه‌ای خود به دفتر خامنه‌ای و دو مقام دولتی نوشته تأمین منابع مالی خرید اتوبوس و واگن مترو به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا و ضرورت فاصله گذاری اجتماعی دارای اهمیت ویژه است. در آغاز شیوع ویروس کرونا، علی خامنه‌ای پس از 11 روز با درخواست رئیس جمهوری ایران برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با ویروس کرونا موافقت کرد. محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران چهارشنبه 19 شهریور گفت با اصرار محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی خط 7 مترو را به قرارگاه خاتم الانبیا دادیم و الان پرونده امان به دادگاه رفته و بازرسی کل کشور اعلام جرم کرده است. رئیس شورای شهر تهران در توییتی نوشته است: بازرسی کل کشور میگوید چرا مترو را به سپاه دادید که ساخته شود؟ اگر اینطور قرار باشد ادامه یابد، دیگر نمیتوانیم خطوط مترو را برای ساخت به قرارگاه خاتم الانبیا بدهیم. وی همچنین روز سه‌شنبه در آیین افتتاح خط 10 و توسعه شمالی خط 7 خطاب به سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفت: خط 7 را به شما دادیم اما حالا در دادگاه هستیم، چرا که یک روزی به اصرار خط 7 را به شما دادیم و بعد از آن بازرسی کل کشور گفت که چرا این خط را به خاتم الانبیا دادید و پرونده ما در بازرسی شعبه 13 مفتوح است،
و چند بار گفتند که ما به خاطر دادن مترو تهران به قرارگاه مورد اتهام هستیم و بارها هم به شما گفتیم که این موضوع را پیگیری کنید و هنوز کارگیر است. محسن هاشمی دقیقا نگفت اتهام سازمان بازرسی چیست، اما در آیین افتتاح فاز یک خط هفت مترو در سال 96 چند تن از اعضای شورای شهر نسبت به ناایمن بودن این پروژه هشدار دادند و اعلام کردند به رغم نامه‌گذاری‌های آنها درباره این موضوع پرونده افتتاح شده است.